السلام علیکم دوست عزیز، وقتتان بخیر. امید که جور صحت سلامت باشین. عزیزای دل، امروز خواستم یک ویدیو معلوماتی در مورد که شما چگونه بتانین اکاونت بسازین بر شما ثبت کردیم. میتونین از طریق ازی ببینین و اکاونتتان در کمپانی زینس جور بکنین. عزیزم، خب دوست عزیز، وقت شما من جدیدن با کمپانی زینس کار شروع میکنین، حتما دوستای شما بر شما یک لینک راجستری یا یک لینک دعوتی بر شما میده که شما روی از اون لینک کلیک میکنین. حالا میایم سلسله مراتب شا پیش میبریم. این لینکی است که از یکی از دوستاست، مثلا ما میگیریم میخواییم در این اکاونت میسازیم، سر لینک ازی کلیک میکنین. دوست عزیز، سر لینک ازی که کلیک کردیم یک قسم یک صفحه باز میشه. میتونین از این صفحه شما چی کنین؟ خود را رجستر بکنین. خب در اول از این دوست عزیز چی کار است؟ یک نام کار است، مثلا میزنیم به نام سمیم، سمدی، تخلصش یوزرنیم. دوست عزیز زیاد متوجه باشین که یوزرنیم اگر باشه باز میتونین که متفاوت از این انتخاب بکنین. مثلا به نام سمدی شاید یک یوزرنیم باشه، میشه که شما سمدی یک، سمدی دو، یا مثلا سمدی تاریخ تولدتان رو نشته بکنین. این رقم رو باز انتخاب میکنه. مثلا اینجا نشته میکنیم سمدی بعد gmail.com، ایمیل چه نشته میکنیم. بعد از دوست از انتخاب میکنیم که جنسیتش چی است، میل، بعد میل سرکنتریش افغانستان، کدام شارش هستین. مثلا اینا که هستن از تخار است، تخار انتخاب، مثلا صفر صفر افتاد بیست و پنج سی و دو. اینجا دوستا از شماره تلفنش نشته میکنیم که زیاد از دوستا در بخش رمز اشتباه میکنه و رمزشان را قبول نمیکنه. کمپانی زینوس یک خوبی که داره در بخش سیکیوریتی اکاونت خیلی خیلی بالا است. یعنی اگر امی حساب شما پیش یک دوستتان بیخی باز هم باشه، هیچ نمیتونه پولتان رو بکشه، هیچ کار در اکاونتتان کرده نمیتونه تا ای که ایمیلتان باشه. اگر ایمیلتان پیش از اونها باشه دیگه باز میتونه هر کار بکنه. پسورد انتخاب میکنیم برش سمدی، باز انتخاب میکنیم سمدی یک دو سه. بعد که رمز اینا رو دوست عزیز انتخاب کردیم، کل چیزها رو خانه‌پوری کردیم، حالا میایم سر بخش پلیسیش. دوست عزیز هر شرکت، هر کمپانی از خود یک پلیسی خاص خود می داشته باشه که شما اگر میخواین در هر جای حساب باز بکنین یا مثلا میخواستین هر کار انجام بدین، اول طبق پلیسیش ببینین، بعد از او باز میتونین شما اکاونت بسازین. در پلیسیش بعضی چیزایی می باشه که شما مثلا نیاز ندارین یا دوست ندارین، ولی اگر شما این رو تک مارک کردین باز یعنی که پلیسی تان ما قبول داریم. بریم سر رجستر. حالا چی شد؟ حکم شد رجستر، یعنی مراحل هایی که ما طی کردیم درست بود و دقیق است. خب حال دوستای عزیز میایم سر لاگین. پس میخواییم دوباره در این لاگین شویم در کمپانی. پسورد امرای ایمیل که زدین اینجا چی میکنیم دوستای عزیز؟ میایم لاگین میزنیم دوستای عزیز. خب دوستای عزیز اینجا آمدیم ایره لاگین زدیم. بعد که لاگین زدیم میریم در بخش ایمیل، یک وریفیکیشن کود در ایمیل تان میره. شما میتونین تا وقتی که وریفیکیشن کود را تایید نکنین اکاونتتان ساخته نمیشه. درست است در اون ایمیل که شما خودتان زدین امو ایمیل شما تاییدی میره و شما میتونین اینجا تایید بکنین. مثلا ما اینجا انتخاب میکنیم ریکویست وریفیکیشن کود، اونجا حال میریم ایمیل خود باز میکنیم. ببینین دوستان عزیز ما ایمیل خود باز کردیم، از طرف کمپانی زینوس یک ایمیل بر ما آمده و نام ایمیل وریفیکیشن. ایره شما دوستای عزیز کلک بکنین. از بعضی دوستایی که مثلا این برشان نمیایم میشه که یک جای دیگه ای که من بر شما میگم اونجا میاد. از بعض دوستا هست در این بخش بین دوستای عزیز، از بعض دوستا در این بخش سپم میاد. شما این بخش سپم شکل کلک بکنین نمیجه حتما او ایمیل بر شما. بعض دوستا صد ها دفعه ارسال میکنه که او اشتباه هسته. باز دوستای عزیز یک آمد میم سر کلک هر تو وریفای ایمیل، ایره اوکی میکنیم.
بعد از اینکه اوکی کرده ایم اینجا برای ما میگه که ایمیل وریفای شد و میتونین شما لاگین شوید. آمیم سر داشبورد. خب دوستای عزیز اینجا داشبورد باز کردیم. باز میه مرحله دومش که این مرحله از شما یک تاییدی اسناد میخواه و این تاییدی اسناد دقیق درست ثبت نام بکنین تا ای که اگر بعدا شما سرمایه گذاری میکنین اکانتون کدوم مشکل پیدا میکنه میشه از طریق امی اسنادهایی که اینجا از پیشتان میخواه از طریق پس دوباره اکانتون به دست بیارین. بعض از دوستا مثلا اشتباه میکنه عکس های مزخرف روان میکنه یا مثلا میگه چک میکنیم که آیا باش کمپانی کار میده نمیده. بعض وقت مثلا اکانتایشان قبول میشه دروز بعد پس اکانتایشان بلاک میشه چون امو اسنادایشان دقیق و درست نبوده. پس از شما خواهش میکنم که وقت ثبت نام میکردین اول که جایی ثبت نام نکردین. اگر ثبت نام کردین کوشش بکنین طبق اصول و شرایط که داره ثبت نام بکنین خیلی بهتر است. خب دوست عزیز در اوایل کستک KYC است، مثلا این KYC را باید انجام بدیم. میم سرش کلک میکنیم. خب اول چیزی که از پیش ما میخواید دوستای عزیز مثلا میگه که شما میخواین با چی خود ثبت نام بکنین. دسته به اولش میم میگه آیا شما مثلا میخواین خود با پاسپورت ثبت نام بکنین یا با تذکره. اگر با پاسپورت میخواستین گزینه پاسپورت انتخاب بکنین، اگر با تذکره میخواستین در اینجا روی تذکره تان بندازین و در اینجا پشت سر تذکره تان عکس بگیرین پردین. خب دوستان عزیز ما میخواییم با پاسپورت ثبت نام بکنیم. اینجا ما پاسپورت دوست ما را انتخاب کردیم. میایم سر سابمیت میزنیم. یک چند دقیقه منتظر میباشین. اینجا ای قبول شد. حالا یک تا بک میریم. این قسمت بک داره. هر چیزی که قبول شد دوستای عزیز این رقم برای شما چی میکنه؟ تک مارک میزنه. بعد دوستای عزیز سلفی میگیرین. از مو تذکره یا از مو پاسپورت که شما خود ثبت نام کردین یا از خودتان است از برادرتان از هر کس که است ایجا باز یک سلفی شپرتین که سبا روز اگر کدام مشکل پیش میشه باز از روز از می سلفی و می پاسپورت یا تذکره تان میتونین اکانتان رو بدست بیارین. خب ایجا ما از این دوست ما را عکس سلفی شام انتخاب کردیم. بعد سابمیت میزنیم. خب دوستان عزیز این مرحله هم چی شد؟ تکمیل شد. یعنی این مرحله هم قبول شد. بعد از این میریم سر مرحله بعدی که این مرحله وقت تکمیل شوه این رقم برای شما یک تک مارک کمپلیت میزنه. بعد از دوستان عزیز میریم سر گو تو وریفای. یک مرحله دیگه هم داره که چی از دوستان عزیز اینجا خیلی دقیق باشین. بعض دوستان اشتباه میکنن. شما از خبرهای جدیده که از طریق تلگرام و کمپانی نشر میشه شما دور میمونین. یعنی اگر میخواین یک چیز به طبق اصول و شرایط دقیق ترش پیش بره پس ایجا کمپانی گفته که شما میتونین امو بخش تلگرام مورا چی کنین سابسکرایب بکنین. بعد از این شماره تانه همراه سکرین شارت که شما سابسکرایب کردین اینجا برای ما ارسال بکنین. خب اینجا ما میم اول میریم سر این قسمت سر لینک کلیک میکنین. بعد سر لینک کلیک کردین این رقم تلگرام کمپانی باز میشه. تلگرام که باز شد دوست دارید سکرین شارت میکنین. اینجا وقت شما جدیدا جور میکنین اینجا فالو میاید درست است یا این قسمت بالا اینجا فالو نشته میشه. این را فالو کنین. بعد از اینکه فالو کردین سکرین شارت کنین. باز بین در بخش اینجا شماره تلفن تان نشته کنین از دوست ما. خب دوست های عزیز سی از شماره تلفن از دوست ما و اینجا بخش ای هم سکرین شارت تلگرام که ما گرفتم بر کمپانی. حالا منتظر می باشین که به شکل اینجا بعد از اینکه کارش تکمیل شد اینجا سابمیت فعال میشه. میتونین سابمیت بزنین. بعد چی شد دوست های عزیز؟ یا موکی شد اینجا تکمار خورد که درست است شما این کار انجام دادین. بعد از این دوستای عزیز این دو مرحله داشت که دو مرحله خیلی حیاتی است. خوب است که ایده پیش ببرید. یکی بخش KYC است و یکی هم بخش نیوز است که کمپانی سرخ تلگرام خود نشر میکنه. یک خوبی که کمپانی زینوز داره دوستای عزیز ای است که شما امیتا این مراحل پیش میبرین این مفت نیست. یعنی در مقابل از این KYC هم بر شما کمپانی
$9 بونس میده و این $45 را برای شما دوستای عزیز میده. یا خوب متوجه باشین که کل $45 برای شما نمیده، مثلا این $45 از شما باشه. این $45 را به شکل گیفت براتون میده. این $45 تا 12 روز در حسابتون کار میکنه. بعد از 12 روز بازی $45 مثلا تبدیل میشه به 55 یا 54 یا 56 هر چیک باشه. دوباره وقتی که تو میخوای رو ویدرا بکنی، اول کمپانی $45 خود میگیره، فایدهش برات میده. مثلا نمی $45 شما 56 یا $55 میشه. از این 56 که 45 شه مثلا منفی بکنی میشه چند؟ $10ش میمونه. $10 به شکل بونس بر شما داده میشه از طرف کمپانی توفه. خب دوستای عزیز، اینجا میایم قبول میکنیم. بله. بعد دوستای عزیز، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، یا 4 ساعت، یا 5 ساعت، یا 12 ساعت، یعنی منتظر می باشین تا یک کمپانی امی تا این مراحل که ویسی هایی که ما انجام دادیم چک میکنه. بعد از چک ازی باز دوستای عزیز باز هم برای شما ویدیو نشر میکنم که ایچی رقم حساب ما باز میشه. دیگه شما کار انجام نمیدین، فقط میگذارین به کمپانی. دیگه دفعه که مثلا میخواین بیاین چک بکنین که آیا کمپانی یا قبول کرده نکرده، به مثل قبل فقط لاگین میزنین. دیگه منتظر میشین تا یک اکانت ما جور شده. خب دوستای عزیز، اکانت سمیم جان جور شد و کمپانی کانفرمش کرد. حالا کمپانی برزی اکانتش $45 گیفت داده که قبلا من در مورد $45 گیفت امرویتان صحبت کردم. و اگر این $45 وقت خلاص شوه، این علامه سبز به سرخ تبدیل میشه و میتونین که شما سرمایه گذاری بکنین. خب پیش از اینکه مثلا این اکانتتان آف شوه و معلوماتتان تکمیل بکنین، انشاءالله سرمایه گذاری بکنین یک سیستم خیلی اعتمادی، خیلی معتبر، که من خودم شخصا به این سیستم حدود $11,000 در این سرمایه گذاری کردیم. انشاءالله شما هم بیاین سرمایه گذاریتان انجام بدین. یک کمپانی حلال مطمئن انشاءالله که دائمی هست. تا فعلا 30 قرار داده بارش انجام دادیم که اولین قرار داد با موفقیت، دومی هم با موفقیت، انشاءالله 30 و 4 که سیستم های نتورک مارکتینگ دوست عزیز هیچ وقت فیک کلاهبرداری نمیشه. سیستم هایی که فیک مثلا فیک کلاهبرداری چی رقم است که شما را دبل مفاد بده. یعنی مثلا شما $100 سرمگزین در $100 میگه برای شما $100 مثلا میگه مفاد میتون. خب این در کدام منطق جور میگه تو در ظرف یک ماه $100 دبل میکنی؟ خب این از اون گپاشون معلوم میشه که این کمپانی چی است؟ کلاهبرداری است. ولی سیستم زینوسی رقم نیست. میگه که اگر ما در بازار مفاد کردیم مفاد میتیم، اگر مفاد نکردیم چیز پرداخت نمیکنیم. انشاءالله موفق باشین عزیزا. ویدیو معلوماتی های دیگه هم بر شما نشر میکنیم. هم بخیر، سلامت باشین، خدا نگهدار.